آبجیم سوار هواپیما شده؟ وقتی داشت از هتل میرفت زنگ زد، خیلی وقت سوار شده. ساجده، چرا به من نون نمیدی؟ شما بیماری قند داری، برات خوب نیست، بعدشم 20 سال نون نمیخورین. از این قلب کلافه شدم. خانم بده ببینم، از این به بعد میخوام بخورم، هر روز نون میخورم. اگه میخوای میتونی یکم بخوری، آخه من باید قندتو چک کنم. باشه باشه، زود باش. ساجده، من برای استقبال از هاریکام میرم، به جم بگو بیاد دنبالم. آبجی، تو چرا میری؟ میخوام با جم حرف بزنم. صبح بخیر مامان جون. خواب موندم. آیسل، تو دیشب بیرون بودی؟ آره بودم. چرا پرسیدی؟ مگه اینجا هتله؟ ها؟ کاروانسراست؟ مگه من دختر 15 سالم که بهت حساب پس بدم ها؟ دختر رو برین بالا توی اتاقتون. دختر رو بشینین. سرای خانم نمیتونه دستور بده، نه به شما نه به من. ببینین، وقتی شوهرم یعنی برادر شما فوت کرد، من مجبور شدم به این خونه بیام. در ضمن اینکه چرا شوهرم بسه بسه دیگه. آبجی فشارت میره بالا، قربونت برم. خدا رو شکر عروسی داریم، هیچ کس نمیتونه این خوشحالی رو از بین ببره. بذارین عروسی بگذره، من باهات حرف میزنم، تا اون زمان مراقب خودت باش. وای ساجده، چایی تموم شده، چایی بیار، چایی تازه بیار. چیزی میل سلام جیم عزیزم، چطوری؟ خوبم، شما چطوری؟ حسابی به زحمت افتادی. این چه حرفیه سوریا خانم؟ برای هاریکا گوشی خریدم، ببخشید یکم دیر شد. گوشی خریدی؟ چقدر کار خوبی کردی. گفتم بیای با هم دیگه توی راه حرف بزنی، ولی اول بریم گل بخریم. گل؟ آره گل. باشه گل بخریم، هر طور شما بگی. اینجاست. فکر کنم بزرگش کردم، زیادی عصبانی شدم، ببخشید. خواهش میکنم. برای کمکتون خیلی ممنونم، هرچند از اینکه منو توی اون حال دیدین ممنون میشم بین خودمون بمونه. به یه شرط، اونم این که شما هم جسارت دیشب منو ببخشین. قبوله. اگه واقعا میخواین اون رمانو بنویسین براتون تعریف میکنم. یه چند روزی استانبول هستم. فکر میکنم آقا کمال. بازم ممنونم، مخصوصا به خاطر کتاب. خداحافظ.
اومد. هاریکا. آی. من علی طاهر در سال 1893 در سلونیک به دنیا آمدم. در سال 1921 در ساکاریا شهید شدم. بعدش معجزه شد و قلبم دوباره به تپش افتاد. بعد از اون دیگه اصلا پیر نشدم. الان اسمم کماله. امروز من دقیقاً 130 سالمه و امروز اولین روز زندگی منه، چون جواب سوالی که 130 سال پیش پرسیدم و امروز پیدا کردم. انسان برای چی زنده است؟ هاریکا. عمه جون. عمه جون چی شده؟ خوبی؟ سرای خانم نگران نباشین. پس چرا اینجوری شدی؟ من فکر کردم یه نفر رو دیدم. باشه با هم پیداش میکنیم. کیو دیدی عمه جون؟ ها؟
جم برو یه آبی چیزی بگیر، فکر کنم فشارش افتاده. باشه باشه عزیزم. صبحونه نخوردی از گشنگی؟ آره. خب به شهر خوشگلا خوش اومدی پاشا. چه سعادتی داریم ما که تو دوباره برگشتی اینجا توی این شهریه ایول. چطوری هست؟ خیلی عوض شده مگه نه؟ تنها چیزی که تو این 100 سال عوض نشده فقط منم. کلی استانبولای مختلف میشناسم، هر کدوم از اون یکی قشنگتر. خوب شد اومدی پاشا، خدایی خیلی حال کردم، خوشحال شدم. من و این شهر بد هواتو کرده بودیم، بد. اما در حق خانم نویسنده هم نباید بی‌انصافی کرد. کاری که اون در عرضه یه روز کرد من تو 20 سال نتونستم انجام بدم. این کار هر کسی نیست. تو هواپیما قرار میذارین، چیک تو چیک هم بودین. از این آبجیبون به ما چیزی نگفتی؟ ماشالله خوشگله. آره خوشگله، دختر خیلی خاصیه ترگوت. اما یه موضوعی هست، اون نامزد داره، عروسیش هم نزدیکه. خب تکلیف چیه؟ اگه قسمتمون با هم باشه دیر یا زود اتفاق میافته. سعد البته پاشا. خیالت راحت. عزیزم این مال توه. این چیه؟ خب خودم میگرفتم، چرا انقدر عجله کردی؟ خب دروغ چرا، به خاطر خودمه. میخوام بتونم زنگ بزنم با نامزدم حرف بزنم. سیم کارتشم شماره خودته. ممنونم، اما کاش همچین کادوی گرونی نمیگرفتی. همسر آینده من از همه چیز باید بهترینش رو داشته باشه. فقط امیدوارم اینم نندازی توی آب، زیادی این ور اون ور میری. خب با غریبه ها میمونی. من میخواستم بعدن در موردش حرف بزنی. عمه جون خوبی؟ اگه هنوز سرگیجه داری بریم بیمارستان. نه سلام، تموم شد، کاملا خوب خوبم، نگران نباش. چه عطر و بویی. جرن دخترم لفتش نده، بیا لیوانا رو ببر. جرن ای بابا بیا دیگه. آیسه بابا همین جوری باز نذار، پول از سر درخت که نمیچینیم، اسرافه، به خدا گناه داره. اگه از سر درخت میچیدین از این سخت‌تر به دست میومد. اصلا ها منظورت چیه؟ با پول بادآورده که تو رفاه زندگی میکنی، با پول آب فقیر نمیشین. منظور چی آیسل؟ نمیفهمم. خواهش میکنم از من دلخور نشو. اومدین تو امارت شوهر خواهرتون، قشنگ لنگر انداختین، پولایی که از مغازه ها میاد و میخورین یه آبم روش، اما حتی اسم اون بنده خدای بیچارم نمیارین. زشته، گناهه. منو نگاه، هرچی چی بهت نمیگم پروتر میشی یا خجالت بکش. ببین از خدات هم باشه که اون دختر رو داری، اگه اونا نبودن آبجی روز تو رو از در پرت میکردن بیرون. به خدا یه ترمز بزن ساجد خانم، بسه دیگه. همونطور که شما اینجا زندگی میکنین، دخترای منم زندگی میکنن، شنیدی؟ شما باعث مرگ شوهرم شدین، به کشتن دادینش. اینم به اون بدهکاری، نه به من، فهمیدی؟ زنی که حرفش دهن تو. بله دخترم. اینجا چه خبره؟ چیزی نیست، بحث همیشگیمونه. عمه تو نمیشناسی؟ چیزی نیست عزیزم، دارن زنگ میزنن، برو در واکن قربونت برم. مرسی عمه جون، خیلی پررویی و هرچی هیچی بهت نمیگم. آب زیر کاه.
مارمولک. خوش اومدین مشت خانوم، بفرمایید. ممنونم، تشکر میکنم. جمینا هنوز نیومده؟ نه هنوز نرسیدن. شما بفرمایید داخل، بفرمایید. چه خبره؟ خوش اومدی. گفتم عروسم راحت باشه، همه یه مدل ها رو امتحان کنه. آفرین. واه خیلی خوبه، بفرمایید بشینید. بیا دخترم. از این طرف، بفرمایید بفرمایید. مامان بوتو بوتو. ساجده کی اومده؟ مامان قربونت برم، مژده خانم اومده. مامان جم خودمون. آره مزاین خانم، صبحتون بخیر، حالتون چطوره؟ آی اینا چیه دیگه؟ همشون لباس عروسن مامان بزرگ. لباس عروس؟ مامان بگیر اینو ببین چقدر خوشگله. نگاش کن. خوشتون اومد؟ لباس عروس رو پسندیدین؟ عروسی کیه جوجو؟ ای بابا، مامان عروسی هاریکای خودمونه دیگه. بی خودی آوردین هاریکو به هیچ وجه، اگه بمیرم زن اون بچه سوسول نمیشه. اینا رم نمیپوشه. جوک خوبی بود. مژده خانم تو رو خدا به دل نگیرین، مامانم نمیدونه چی میگه، یکم حواسش پرته. میدونین که چی میگم عزیز دلم؟ به دل نگرفتم، نترس، ما فامیلیم ساجده. در زم حرف زنی که یه پاش لبه گوره ارزشی نداره. مدلای خوبی هن مگه نه؟ هنوز خیلی هست، الان رگال میارن همه رو آویزون میکنن، میبینی؟ عالیه. گفتم پاکتو باز نکن، کردی. گفتم خونه رو بفروش، نفروختی. سورپرایز دیگه هم از تورگوت؟ اگه هست از همین الان بهم بگو بدونم. نه پاشا، البته که نه، دست بدی نداشتم، ولی اینجا واقعا یعنی قیمت اصلیش خیلی بالاست. تورگوت جونم پاشا، اگه در مورد زنده بودن من کوچکترین سر نخی پیدا کنن، همه بیچاره میشیم. برای همین کارایی که میگم باید بیچون و چرا انجامش بدی. اما اگه قرار سر خود کار کنی، باید تو رفاقتمون تجدید نظر کنم، نه؟ پاشا، از دستور سرپیچی کردم، اما... اما آیه نداریم تورگوت. تو تنها کسی هستی که تو دنیا بهش اعتماد دارم. میخوام همینطوری هم بمونه. برای همین میان بعد دیگه سرپیچی نمی کنی. روشن شد؟ امر بفرمایید پاشا. تو چجوری همچین فکری کردی آخه؟ اگه زبونم لال میرفتی اون دنیا، من چی کار میکردم؟ این راز با من میرفت تو گور. نامه رو خوب نخوندی. جای یه امانتی خیلی مهم و واسط نوشتم. بیا خودت بخونش. تو بیوغلو یه همانتی هست، یک کلید، اونو بردار. کلید؟ کلید کجاست پاشا؟ کلید گذاشتم تورگوت. هر وقت لازم بود قایم بشم و تغییر هویت بدم، گذاشتم و گذاشتم توی اون صندوق. اثبات 130 سالگیم توی اون صندوقه. همه چیم اونجاست، همه ی اکسا، نامه های 100 ساله، مدال استقلالم، همه چیم. پاشا اگه صندوق جاش امنه، واسه چی اون امانتی رو بردارم؟ وقتی بیاد بیرون خطرناکتر نمیشه؟ ها؟ حق با هاریکا بود، اون نامه ها باید به صاحباشون برسن، برای همینم حتما باید در اون صندوق باز بشه. صندوق کجاست؟ کلیدشو که برداریم به اونم میرسیم. آی 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 عزیزای دلم، خوش اومدی، خوش اومدی. ممنونم. بفرمایی امه جون، اینا رو میگیری؟ بده به من عزیزم. بچه شما برین داخل، من صورتمو میشورم میام. باشه امه. باشه. ببینم آماده ای؟ چیزی شده؟ چی آماده باشه؟ باشه تون یه سورپرایز دارم، بیا. چیزی نشده. آروم، بذار لباسمو عوض کنم. لازم نیست، بیا. بوتو Thank you.
وایسا یه لحظه سب کن. یواش الان میافتم. یک دو سه سورپرایز. خوش اومدی. ممنونم عزیزم. برنامه ریزی مامان منم دم آخری خبردار شدم. اینا رو نگاه کن، مدلش واقعا خیلی محشرن. باشه پروف میکنم، زحمت کشیدین، خیلی ممنونم. واسه منم یه فشن شو خصوصی میشه، عالی شد. آه امکان نداره، تو باید بری. پاشو برای چی؟ بری بیرون، شگون نداره مادر، برو بیرون ببینم. جم جان حق با ساجده خانومه. باشه اول جمو بدرقه کنم بعد میام. زود برگردی. به سلامت هاریکا. شب شام بریم بیرون و اینکه تاریخ عروسی هم مشخص کنیم بهتره. در ضمن خیلی هوا تو کردم دختر. باشه میریم. از مسخره بازی دیشبت هم حرف میزنیم. باشه مسخره بود باشه، اما چی کار کنم، حسودیم شد. هر کی عشقش انقدر خوشگل باشه حسادت میکنه. هاریکا جون کجا موندی؟ همه منتظرت. الان میام عزیزم، شب حرف میزنی. ساعت 8 میبینمت. باشه. دوست دارم. به سلامت. بفرمایید، خوش اومدید. ممنونم. چه کمکی از من ساخته است؟ مغازتون عوض نشده؟ یکم بزرگترش کردیم، اما میخوایم مثل همون زمانی که مادرم بود نگهش داریم، گرچه یکم سخته. حق با شماست. خب ببینم، مادرتون مادام آبسالیا زنده است؟ 10 سالی میشه مادرم فوت کرده. تسلیت میگم. ممنونم. خانم خیلی با نزاکتی بودن. میشناختینش؟ به سنتون نمیخوره دیده باشینش. تو بچگی زیاد اینجا میومدم، البته همراه پدرم. در اصل یه امانتی کوچیک پیش مادام آبسالیا دارم، در واقع بابام داشت. واقعا؟ بعد فوت مادرم همه امانتی ها رو بردیم مغازه برادرم یورگو. البته چند باری ازمون دزدی شد، اما امانتی ها جاشون امنه. خوبه. میشه اینو ببینم؟ حتما. کاره استاد ارمنیه. سنگش هم زمرده. خیلی دوستش دارم، اما نیازی نبود. تولدت مبارک سریا. این دستبند و مادرم سالها پیش فروخته، اما صاحبش برش گردونده. میخوام بخرمش، کادوش کنین لطفا. حتما. ببخشین سرکار خانم، من یه سوال دارم. بله بفرمایید. برادرتون آقا گوردون کجا میتونیم پیدا کنیم؟ اون همیشه تو مغازشه. بفرمایید، اینم کارتش. خیلی ممنونم ازتون. ماشالله بهت عزیزم. وای بی نظیره. مامان جون، مامانم بیا عزیزم، بیا بشین سر جات. نخری. بیا عمه سریا، چقدر دیر کرد. بیا اینجا بشین.
یه سر بزنیم. عمه کجایی؟ وای چقدر خوشگل شدی عزیز دلم، محشر شدی واقعا. لباس عروس سریام خیلی قشنگ بود، وقتی دیدمش خیلی احساساتی شده بودم، مثل یه قوس پید و زیبا بود. برگرد ببینم. آه آفرین دخترم، ازت قطع امید کرده بودم. میگفتم این بد اخلاقو چی میگیره، اما حرفمو پس گرفتم. سرای خانم، همه حاضرن، منتظر شما. خب دیگه بریم، دیگه وقتشه. بیا دختر گلم. آبجی خیلی خوشگل شده. خیلی خوشگل شده. آی دیگه کلافه شدم، منو ببر بیرون، ببر بیرون، ببر. بیا مامان بزرگ. نه اصلا هیچ کدوم از اینا رو نمی پوشه، بی خودی وقت تلف میکنین. ببخشیدا. نه بابا اینطوری نگین دیگه. ای بابا همشون خیلی قشنگن، خیلی زحمت کشیدین، اما فکر کنم زیادی شلوغن. نه من خودم یه لباس ساده میخواستم. ای وای هاریکا جون دیوونه شدی، ببین چقدر قشنگن، خیلی شیکن. میدونی چقدر پولشه؟ اگه خوشت اومده خودت بپوش. چه ربطی داره؟ هاریکا جون به این راحتی چیزی رو نمیپسنده. مدل ها زیادن، خب طبیعیه، درک میکنم. هاریکا سلیقه خاصی داره. میدونه چی بهش میاد، تو چی احساس راحتی میکنه، همه رو خوب میدونه. نظر منو بخواین، توی فرصت بهتر با خیال راحت بگردیم. ذهن من پیش رمانمه، میدونین که زیاد وقت ندارم. من نمیدونم این رمان تو چرا تموم نمیشه دختر، به خاطر اون تا کجا پاشدی رفتی اما بازم تموم نشد. امیدوارم آمریکا رفتن به سرت نزنه. نه چیزی نمونده، نگران نباشی. امیدوارم. پس من میرم اینو در بیارم. باشه عزیزم، راحت باش، برو استراحت کن، مواظب باشین کثیف نشه. دخترم تو برو کمکش بکن. پاشا امروز تعطیلیم، فردا بیاین. یکم مشکوکه، نمیدونم چیه ولی طبیعی نیست. اگه خواستین پایان چاپ فرانسویشو بدونین، درست مثل داستان خودم منتظر تماستون هستم، چون اون پایانو فقط شما میتونین بنویسین. کمان واقعا ترجمهش کردی. پاشو حالا تکلیفمون چیه؟ میتونی آدم بذاری اینجا حواسش به مغازه باشه؟ آره میشه، خیالی نیست، ولی کلیدو چجوری گیر بیاریم؟
گیرش میاریم، حل میشه. بله هاریکا خانم. اوه. از کجا فهمیدین منم؟ شمارمو که نداده بودم. حد زدم، شایدم یه امید بود. من تازه متوجه سورپرایزتون شدم، خواستم ازتون تشکر کنم، کار خیلی قشنگی بود. یعنی فقط برای تشکر زنگ زدین؟ در اصل برای نوشتن بقیه یه داستان زنگ زدم، اما اگه هنوز پای چیزی که نوشتم هستین توی زمان مناسب قرار بذاریم بابت بقیه یه داستان. باشه، اگه میخواین برای امشب قرار میذاریم. یه رستوران دریایی خوب سراغ دارم. یعنی امشب؟ بله. امشب متاسفانه نمیتونم، به یکی قول دادم. به هر حال من آدرسو میفرستم، اگه خواستین بیاین من اونجام. واقعیتش فکر نمیکنم بشه، اما بازم ممنون، بسته به شرایط بهتون خبر میدم. پس فعلا خانم نویسنده. فعلا آقا کمال. هاریکا، یکم جم زود نیومده؟ نه یه کار دیگه دارم عمه جون، به اون میرسم، بعدش جمو میبینم. ببینم حالا کار چیه؟ اگه یادت باشه با آقا کمال تو جزیره آشنا شدم، باهاش قرار دارم برای رمان حرف میزنیم. همین. این نگاه چیم؟ این آقا کمالو نمیشناسم و نمیدونم چطور آدمیه، اما تو اشتباه نمی کنی مطمئن؟ واقعا که عمه جون معلومه که نمی کنم، نگران نباش. به هم افتخار میکنی. فعلا به سلامت. باشه، دختره گفت کار دارم، مگه نه؟ خب لابد نمیاد دیگه. باشه، بازم یه بشقاب دیگه هم بذارن محض احتیاط. وای پاشا، میبینم که تو گلوت گیر کرده. تو کارو زندگی نداری؟ ایول خدا جون، شکرت، این روزا رو دیدی، خیلی خوشحالم جون. تو حسین بیا اینجا، به همه چای بده. بله آقا. با دو سه مدل آجیل ماجیل، همه مهمون ما. چشم. مفتی. خوش اومدین. سلام. راستش زیاد وقت ندارم. بفرمایین. ممنونم. بفرمایین. ممنون. خدمت شما. خوش اومدین، صفا آوردین هاریکا خانم. اسمتون همین بود دیگه، خیلی ازتون تعریف شنیده بودم. ترگوت از دوستای قدیمی منه. خیلی خوشبختم. ما بیشتر خانم جون، من میرم آشپزخونه، ماهی خاصی مده نظرتونه، قزلالامون حرف نداره. زحمتتون نمیدم، چیزی نمیخورم. بهترین ماهیت هر چی که هست همونو بیار. هاریکا خانم آشپزیش خوبه، آروسیامو نکنی. گرفتم، رو چشم. این مال شماست. مال من؟ من اصلا اینکه کدورت بینمون برطرف شه. یه جواهر قدیمیه، کار دستی یه استاد ارمنی تو دهه 1950ه.
قهرمانمون اینو به عنوان هدیه تولد برای همسرش گرفته بود. یعنی چی؟ دوستی که این داستانو برام تعریف کرد، این و بقیه چیزا رو بهم داده بود. یعنی بهم امانت داده بود. دیگه مال شماست. واقعا نمیدونم چی باید بگم. خیلی ممنونم. شاید برای رمانتون الهام بخش باشه. دیگه داره واقعی بودن داستان باورم میشه. البته منو یکم میترسونه. به جا 130 ساله بودنش که اونم تو شک دارم. خب چی میل دارین؟ آب لطفاً. ممنون. من زیاد زمان ندارم. میشه صداتون رو ضبط کنم؟ میخوان یادآوری کنم که کجا بودی؟ از داستان. هم اهل اصرارین هم خیلی عجول هاریکا خانم. ببخشی. اگه اشتباه نکنم، اونی که توی هواپیماییه و بالای سرم ثبت شد شما بودین. و وقتی فکر میکنم، انگار پیشنهاد قرار امشبم با شما بود، درسته؟ دلیل اینکه خواستم قرار بذاریم، صحبت درباره داستان نبود. پس راجب چی؟ دیشب نظرمو بهتون گفته بودم. گفتین اگه شرایط دیگه ای بود تصمیم رفتن داشتی. منصرف شدی؟ نه نشدم. جایی که میخواستم برم عوض شد. بودو پسر دیگه، بودو بودو، بفرمایین خدمت شما. جیگره دریایی هم بچین. خیلی زحمت کشیدی. نه بابا نفرمایین خانم جون. ممنونم. زحمت کدومه؟ نمیتونم، حیف میشه. نه خانم جون اینطوری نگین. این جیگره رو نخوریم خیلی قصه میخورن، بیچاره میشن. خیلی بامزه بود، اما من امشب با نامزدم برنامه شام دارم، واسه همین. خودشه. نه نامزدتون رو دعوت کنین اینجا. میگید بیاد اینجا؟ بله، غذاش خیلی عالیه. بهانه ی آشنایی هم میشه. فکر نمی کنم بیاد، اما بهش میگم اگه میخواید. آره حتما بگین. باشه. ببینم تو نامزدش هم دعوت کردی. چی بگم والا، خیلی هم خوب، عالیه. خیلی خوب شده. نوش جونتون. جیم عزیزم، حاضری؟ دارم میرسم خونتون. میخواستم بهت زنگ بزنم. خونه نیستم، بیرونم. چرا، کجایی؟ آقا کمال که بهت گفتم توی جزیره آشنا شدی. خب برای رمانم یه داستان تعریف کرد، باهاش قرار گذاشتم. هاریکا سر به سرم میذاری نه؟ مهلت حرف بعدی تعریف میکنم. این یارو مگه تو گوجک نبود؟ چه خبره؟ بله، اما اینجاست. الان بگذری، میخوای تو هم بیای؟ بیا با هم آشناشی. باشه، خوبه خوبه، لوکیشنو بفرست، الان میام. باشه. چطور بود سبزیجات اینا؟ میاد. خیلی خوب، پس یه بشقاب دیگه هم میارم. خدا به خیر کنه. نوش جونتون. نوش جون. ممنون. ماهی شعالیه. حالا میتونم امتحانش کنم. البته به پای کتلت شما که نمیرسه. آبجی جونم، تو امروز چته ها؟ ببینم از صبح حالا احوالت عادی نیست. آخ ساجده، آخ، بیشتر از این نمیتونم قایم کنم. باید یه چیز رو بهت بگم. اون صندلی رو بردار، بیا بشین اینجا. آی آبجی، نگرانم کردی به خدا. حالت خوبه ها؟ چی شده آبجی؟ تو رو خدا به من بگو. ساجده امروز ها، من امروز اونو دیدم. کیو؟ اشرف. پناه بر خدا آبجی، چی داری میگی آخه؟ مگه ممکنه؟ روبرو واساده بود، همینطور قد بلند، با همون قد و قواره و چشای خود اشرف بود، باور کن. پناه بر خدا، آخه مگه میشه آبجی؟ امکان نداره. خب خیال بود، حتما خیال بود. آره، اما خیلی واقعی بود، انگار خودش بود.
ای وای، نگاه موی تنم سیخ شده آبجی. پس لابد خیراتی چیزی میخوان، اما تو حتی نمیذاری اسمشو بیاریم. ببین از اون دنیا داره گلتو به خدا میکنه ها. وای ساجده، باز یه چیزی به تو گفتم رفتی برا خودت بریدی و دوخت. خب واقعیت آبجی. وای ساجده، ترس برم داشته مثل مامانم میشم. آره، یعنی مغزم مشکل پیدا میکنه. زبونتو گاز بگیر. نه، هرچی مشکل پیدا کنه مغز تو یکی هیچیش نمیشه. به هممون راه و چاه و نشون میدی. تو خیلی عاقلی، از این خبرا نیست. آه صبر کن ببینم، بنده خدا دعا میخواد، برم براش دعا بخونم، شاید برسه به روحش.